سلام خانم دکتر عزیز، قبل از هر چیز از برنامه هاتون و توصیه هاتون خیلی ممنونم. خانم دکتر عزیز، متاسفانه مدت زیادی درگیر مشکل شدم که بسیار ذهنم رو آشفته کرده. امیدوارم بتونید راهنمایی کنید. من حدود 44 ساله هستم، تقریبا 18 ساله ازدواج کردم، دو پسر دارم. حقیقت اینه که زندگی و همسرم رو دوست دارم، اما متاسفانه از نظر زناشویی مشکلات زیادی داریم. همسرم علاقه به رابطه جنسی نداره، حتی ناتوانی زیادی در این مورد داره که سالها تحت درمان هم قرار گرفت، البته فایده نداشت و خب طبیعتاً با پا به سن گذاشتن هر دوتامون کم کم فراموش کرد و درمانها هم بعد از سالها هیچ اثری نگذاشت و خودش هم دیگه علاقه ای رو به درمان از دست داد و به کل بیخیال شد. اما حقیقتاً این مورد منو بسیار اذیت میکنه و خب احساس میکنم دیگه تحمل این بیتفاوتی جنسی رو ندارم و خب از نظر طرفی هم به دلیل دوست داشتنم به زندگی و شرایطم اصلا نمیتونم به جدا شدن و طلاق فکر کنم. اما خانم دکتر، چطور میتونم این زندگی رو تحمل کنم؟ از شما چه پنهون که حتی فکر دوستی با کسی دیگری در ذهنم هست، اما به شدت دست پاچه و پریشونم و نمیدونم بهترین کار چیه؟ اینه که همچنین مثل 18 سال گذشته بسوزم و بسازم یا زندگیم رو به این دلیل به هم بزنم و طلاق بگیرم و یا اینکه یه دوست صمیمی یا پارتنر مخفی پیدا کنم. آخری خیلی بد بود. نه عزیزم، همش 40 سالته، 44 و گفتی که همسرت مشکل جنسی، ناتوانی جنسی داره. ناتوانی جنسیش آیا فیزیکیه و یا روحی روانیه؟ به هر حال هر دوش قابل علاج هست. رابطه شما به چه صورته؟ رابطه غیر از جنسیتون، رابطه عاطفیتون به چه صورته؟ خب طبیعتاً وقتی که رابطه جنسی نباشه، رابطه عاطفی کمرنگتر و کمرنگتر میشه و همین دلیله که بین 80-85% یک رابطه به همون رابطه جنسی ربط داره. 18 سال داری زندگی میکنی و متاسفانه همسرت اعتماد به نفسش رو از دست داده در مورد رابطه جنسیش. آیا بردین پیش پزشک متخصص مشکلات جنسی؟ آیا سایکوسکشوال تراپی هم کرده؟ آیا تراپی برای سایکوسکشوال تراپی برای مشکلات جنسی کرده؟ اینو مراحل مختلف داره که من مراحل مختلف باشون انجام میدم، بهشون میگم چیکار باید بکنن. آیا این کار رو کرده یا اینکه فقط یه دکتر رفته و خوب نشده؟ در درجه اول معلومه که شما نمیخوای جداش، اسمی هم از بچه نیوردی که آیا فرزند داری یا نداری، اما به نظر میاد که تو ایمیل بوی رفتن نیست، بوی ماندنه. ولی خطرات احساسی، عاطفی و جنسی خیانت خیلی داره رنگی تر میشه برای شما. میفهممتون، نیاز جنسی داری عزیزم، نیاز عاطفی داری. متاسفم که شوهر جدی نمیگیره این مسئله، ولی خیانت هیچ کاری رو درست نمیکنه. هیچ، بیشتر شما سرخورده میشه که بدتر میشه که بهتر نمیشه، چون ابتدایش ممکنه که خیلی هم طرف خوب باشه ولی خیلی خیلی موقته و شکست و سرخوردگی و به اضافه اینه که اگرم همسرتون بفهمه و دیگران بفهمن دیگه میدونین چه فاجعه‌ای میشه. پس سراغ آخری اصلا نرو. فکر میره، میفهممت. کاری که شما باید بکنی حالا که میخوای تو زندگی بمونی، در درجه اول با شوهرت سفت و محکم صحبت و بهش بگو با من صحبت کنه، بهش بگو بیاد رو خط رادیو برنامه آرامش درون، همین برنامه با خود من صحبت کنه، یا اینکه برای من ایمیل بفرسته که بنویسه مشکلاتش به چه صورته و مشکلات عاطفیش هم برای من بنویسه، یا برای من بنویسی یا بریم پلی یک روانشناسی که کارش سایکوسکشوال تراپی هم هست و هر دو هم باید بریم، یعنی هم باید تنهایی شما و همسرتون رو ببینه و هم دوتاییتون رو با هم ببینه.
و بعد مراحل سکس تراپی رو بعد به شما یاد بده، به شما همسرت بعد یاد بده. این خیلی من از کیسا با کمک سایکو سکشوال تراپی تونستم زندگیش رو تغییر بدم. میتونی، میشه. اگر این شد و زندگی عاطفی و زندگی جنسی شما بعد زندگی نرمال و طبیعی پیدا میکنه و شما رو میتونه زیرا کنه. اما اگر این نیست، این نشد، شما حالا که نمیخوای جدا بشی به خود ارضایی تو بیشتر سعی کن، با خود ارضایی احساس جنسیت رو برطرف کن. اصلا هم از شوهرت پنهان نکن، هیچ اشکالی نداره چون شوهر شما مشکل جنسی داره دیگه. با خود ارضایی وقتی اون بدونه که شما نیاز جنسی برطرف داره میشه. ببین من حتی کیس داشتم که آقا اصلا نمیتونست رابطه جنسی داشته باشه، ولی من با سکس تراپی کمکشون کردم که اینا به طرق دیگه ای بتونن در کنار هم، در بستر هم دیگه، هم دیگه رو و آقا خانم رو لذت بهش بده و ارزاش بکنه. یک زندگی طبیعی بهشون برگشت بدون اینکه به طلاق کشیده بشه. پس راه هست قبل از اینه که شما جدا بشی، که خوشبختانه فکر نمی کنم به نظر نمیاد، مخصوصا قبل از اینی که دست به خیانت بزنه. خیانت زشت‌ترین و بدترین کاره، هرگز سراغش نرو چون شدیداً پشیمونت میکنه. به اضافه اینه که مشکلات خیلی پیچیده‌تر و بدتری رو برات به وجود میاره و گود لک است.